خب بریم سراغ گیم اکتیویتی. همونطور که گفتیم خب این ساختار اکتیویتی رو مشاهده میکنید که حالا از اپ کامپتس اکستند شده و گیم ویو مدل هم اول بهش براش معرفی کردیم و توی آن کریت متد پرامپت فور پلیرز رو نشون میدیم که در واقع یه پرامپتی به یوزر نشون میده که اسماتون رو وارد کنید که بتونه بعدم بتونه بگه که کی برنده شده و کی باخته و اون کلاس پلیر رو پاپولیت کنه و داخل این میاد حالا گیم دیالوگ رو نشون میده و بعد از اینکه دیدن تموم شد میاد شروع میکنه بایند کردن دیتا ها. به این دقت کنید، اکتیویتی گیم بایندینگ، اکتیویتی گیم بایندینگ به اسمش، به ساختار اسمش دقت کنید، به ساختار اسمش دقت کنید، شبیه به این هست اکتیویتی آندرلاین گیم. در واقع دیتا کلاس دیتا مانینگ لایبرری میاد و اسم فایل XML شما رو میخونه و طبق اون یک کلاسی درست میکنه که داخل اون آندفلای در واقع جنریت میشه این کلاس در واقع این و تهش یه اسم بایندینگ قرار داره. یعنی شما اکتیویتی آندرلاین گیم گذاشتید میاد کلاس اکتیویتی گیم، حالا با پاسکال کیس اکتیویتی گیم یه بایندینگ هم تهش اضافه میکنه به عنوان یک بایندینگی برای اون کلاس، برای اون XMLی که شما درست کرده بودید و میاد حالا با set content view اون لیوت رو بهش میده. اسمش هم گذاشته activity یا game binding و همونجور که میبینید ما اینجا یه دونه game view model داشتیم دیگه، یه دیتا یه وریبل داشتیم به اسم گیم ویو مدل. در واقع همین رو اومده داخل اکتیویتی هم استفاده کرده ازش و از طریق اون در واقع یه متد ستره که در واقع اونو مقدار داده و گفته که مقدار من برابر با گیم ویو مدل هست که این بالا تعریفش کردیم. مثلا گیم ویو مدل رو اینجا اینیت کرده با پلیر 1 و 2، به طبیعتا از طریق این پلیر 1 و 2 داخل این اکتیویتی مون با این کدهایی که این داخل ویو نوشتیم میاد دیتا رو پرزنت میکنه و بقیه لاجیک داستان. ریسورس های بیشتر اگه بخواید همین مقاله حسین حکیم هست توی مدیوم و دیتا بایندینگ لایبرری خیلی وسیع تر از این چیزی که حالا من توی حالا نیم ساعت توضیح دادم و یه عالمه فیچر زیاد داره. صرفا یک دموی من خواستم داشته باشم که شروع کنه در واقع که بعدا بری دنبالش و نخواستم خیلی با این دپت بیام داخل قضیه، چون اگه میخواستم بیام باید یه ارائه 2 ساعته میذاشتیم و سرمه درد میگرفت و آخرم احتمالا چیزی متوجه نمیشدیم. برای همین یه ارائه سعی کردم کوتاه کنم و صرفا یه دموی داشته باشیم. گاید اصلی developer.android.com رو حتما بخونید برای دیتا بایندینگ لایبرری، یعنی سرچ کنید دیتا بایندینگ لایبرری، اولین لینک احتمالا توی developer.android.com باشه که توضیحات خیلی خوبی داده. و اگه در مورد خود MVVM میخواییم بدین حتما مستند MSDN در مورد این رو بخواییم که همه اینا لینک شده اگه PDFش رو شیر کنم خواهید دید. و خب گوگل و مرسی از این که صحبت کردید و از این عزیزان هم تشکر میکنم بابت کمک هایی که توی این ارائه کردن و دست شما درمه. اگه سوالی هست
من اگه بتونم در خدمت خواهم. مثلا در مورد ایمپورت کردن هم یه توضیح میدید؟ نحوه ایمپورت کردن تو XML فایل XML؟ آه تگ ایمپورت؟ تگ ایمپورت داریم که در واقع خود اکتیویتی رو میاد چیز میکنه به منظورتونه؟ یک کلاس رو مثلا میخوام ایمپورت کنیم از متد استاتیکش استفاده کنیم. همون روش در واقع مثل همون تگ دیتایی که وارد میکنیم. بذارید کدو بیارم. اگه بخوایم داخل یک ویو از یه پراپرتی یک کلاس استفاده کنیم که حالا یه بخشی از لاجیک توی اون هندل میشه، مثلا شما میتونید یک کلاس واسط داشته باشید این وسط که در واقع باز هم حکم ویو مدل شما رو خواهد داشت و داخل اون از یک کلاس مثلا رتروفیت رو فرض کنید، فرضاً رتروفیت، مثالی بخوام مثالی که بزنم برسه، مثلا رتروفیت شما یک ریکوستی میخواید بزنید به سمت یه سروری و یه ریسپانسی بگیره و میخواید نتایج رو مستقیماً بایند بشه توی یه دیتایی و نمایش شده بشه. شما این کلاس رو به صورت حالا یک با استفاده از تگ ایمپورت میاد تایپش رو اون کلاسه که این ایونت گرفتن دیتا از سرور رو هندل میکنید رو ایمپورت میکنید داخل پروژه‌تون. بعد داخل موقعی که میخواید تکستش رو بگید مثلا میگید مثلا retrofit handler dot مثلا get فلان متد. اینجا دیگه متد گرفتن دیتای شما از retrofit از داخل ویو تریگر میشه و به ویو مدل گفته میشه و ویو مدل ریکوستش رو میزنه. درسته؟ نکته اضافه داری هست؟ حالا کلاسی ندارم اینجا که بشه استفاده کرد، برای میتره میکنه، ولی خب کلاس ویو رو چیو؟ کلاس ویو رو ویو؟ آها آها آره 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 نیم هم فکر کنم باید بهش بدم، آره؟ همه کافیه؟ مثلا داخل این ما میتونیم بگیم Android Visibility. اینجا باز یک عبارت نیمه اسمشون نمیدونم اسم این کدایی که این به این شکل نویسیم چیه، ولی میدونم سینتکس این شکلیه. میتونیم الان بنویسیم مثلا یا به این شکل، درسته؟ حالا این خیلی ساده است، ولی مثلا من میتونم چک کنم که اگه مثلا game view model dot مثلا salesman dot is مثلا empty من میتونم نتیجه این رو مثلا ببینم خالیه یا پره. بعد حالا با استفاده از یه عبارت لامده اکسپریشن یا حالا یه عبارتی که توی یه خط بشه جمعش کرد بگم اگه مثلا خالی بود ویو رو گان کن، اگه نبود مثلا ویو دات ویزیبل. درسته؟ نکته دیگه این کلاس گیم ویو مدلی که نوشتیم اومدیم کل کلاس از ویو مدل اکسند کردیم، درسته؟ کلاس رو از ویو مدل اکستند کردیم. مثلا این ویو مدل خاصی فکر نمی کنم باشه، صرفا فکر کنم یه سمپل هایی که من قبلا دیده بودم من دونم یعنی از ابزرویبل های خود چیز استفاده میکنم. آره فکر کنم خودش یه جور ابزرویبله، اصلا اون کدی که توی توتوریال بود الان من نگاه کردم، چون من اون کد توتوریال خودش طبق اون رفتادم جای خودم نوشته بودم، بعد الان که دیدم یه مقدار سورپرایز شدم. مثلا اونجا دقیقا همین کاری که شما میگید رو کرده توی گیم ویو مدل، اصلا از ابزرویبل کلا اکستند کرده تا دستو. و آره مثل که میگم بیشتر از یک راه بسن انجام دادن شد، حتی از اون باریکس جاوا هم میتونیم این کار رو اندر کنیم. اگه بخواهم باریکس انجام بدیم هم میتونیم مثلا فقط کس کنیم این کار رو کنیم، فقط یه مثالی که باریکس جاوا باشه
چون ابزرویبل هایی که هستش مثلا یه مقدار با چیزی که مثلا آریکس هست میشه اینو متفاوت. من مسلط نیستم، هر کسی از دوستان با آریکس کار کرده یه به توزه بده. میگم کاملا متفاوت هم این اصلا نمیتونیم با ابزرویبل های آریکس یه دیگه هم کار بکنیم. در واقع ابزرویبل آریکس وقتی تغییر میکنه ویو دیگه تغییر نمیکنه، ولی ابزرویبل دیتا بایندی وقتی تغییر میکنه ویو خود خود آبزرویبل نمیشه با آریکس رو گرفت. بخواهیم گرهش کنم جوریه؟ چون ویو مدل رو گفتن که میشه با آریکس رو گرهش کرد. فکر کنم ویوه رو با خود توی آبزرویوه یا خود توی اندروید ازشون میتونه مثلا ازشون استفاده کنه، با خود آریکس رو نمیتونه استفاده کنه. من هرش مثلا سرش میکردم که مثلا بخوام با خود آریکس بیادش کنم نمیشه. آه پس اون خود باید تقنی؟ میگم آخه هستش که میگم همه هر جا میگم میگم که با بارس شما هم همشه قابلیت درستم. پس بارس شما اونجوری که به راحتی آبزد یا عدقل یا نمیشه یا عدقل اگرم بشه به این شکل نیست برست داری؟ به این راحتی نیست. یا آریکس اندروید داریم بایندینگ یا خود آریکس کلاس آریکس بایندینگ داریم که با آریکس شما میتونی یکم باقی کار زیاد میشه چون بایند نمیکنه خودش، بعد شما باید خود یه سابجکت بذارید از باری شما یک سابجکت هر تغییری پروپرتی تغییر میکنه و یه دینو پابلیش میکنه، بعد با تو ویو برای همین را سابسکرایب کنید و این خودت اون بایندی رو خودت بنویسید شدنش میشه ولی خوب کار زیادتر میشه، میشه کلا دیتا بایندی رو حذف کرده به جای اون کلا آریکس شما استفاده کرده، ولی خب کار خود نوشتنش انقدر زیاد میشه که شاید اون مزایای MVVM که میگه ما کار کم ترک میکنه برای اینکه کارهای بایناری رو از بین میبره تقریبا. یه ارائه هست که اگه کنفرانس ها داره لینک نشانه یادم نمیاد یه اسم ارائهش، ولی ارائه هست که اصلا کدش کامل باریس شده باید حالا من با تو زیادی گردیم من باید دارم به نتیجه میرسم که MVVM رو میشه با آریس شما بیاده کرد ولی با دیتا بایندینگ های برالی اون وقتی نمیشه کار کنم. نه اصلا دیتا بایندینگ رو میذاری کنار، دیتا بایندینگ رو میذاری کنار کلان آریس شما بیاده میکنیم بایند وسطش خود آریس شما در واقع سابجکت ها و اینا خود بیاده میکنم. تو ایکس ام ال فایل دیگه نمیتونیم ما اونجا چیز داشته باشیم دیگه، دست وصلشون کنیم کارهایی که قرار انجام بدن درست میگم؟ یه تو ایکس ام ال فایل دیگه نمیتونیم چی؟ توی XML فایل دیگه نمیتونیم مثلا همون جایی که توی آن کلیک داریم که وصلش میکنم ویو مدله یه اونجا نمیتونیم درست میگم دیگه، یعنی کلا ما باید دوباره یه وی اینجکشن داشته باشیم روی خود ویومون که حالا اکتیویتی مونه، بعد روی آریکس یا ابزرور داشته باشیم روی ویو کار ویو مدل اونو با آریکس انجام بدیم، بایندینگش هم باز با آریکس با آریکس حالا که مثلا لایو دیتا باشیم من باید لایو دیتا کار رو کردم آبزرش کنیم بعد هر رو تغییر که می کنه این وی رو خود اون آبدیت تمام تو وی بایندینگه می شه دیگه درسته؟ دوستان دیگه کسی سوالی نداشت آیا توضیح خلاصه بدم راه های استفاده از MVVM بیشتر از دیتا بایندینگ و خود آریکس هست، خود آر کامپوننت هم بی مدل اومده تعریف کرده MVVM به همون پترن رو دقیقا همون طوری با لایو دیتا و بی مدلی که خودش معرفی کرده پیاده کرده. حالا ما بعد از ارائه یه مهلتی در نظر گرفتیم به عنوان دور همی، اگه دوست داشتید میتونید بمونید راجبه خود ارائه صحبت کنید با دوستان، اگه باز راجبه ارائه یا مماره دیگه سوالی داشتید، اگه کدتون مشکلی داشت میخواستید برطرفش کنید و به طور کلی دور همیه حالا اندروید دیولوپر ها هست، اگه دوست داشتید بمونید و دور هم هر مسئله بود میتونید صحبت کنید. بابا این بحث آزاد رو هم دفعیم در مورد یه سیچی صحبت کردیم بحث بمونید بد نمیشه، در صورت محدودیت خاصی نداره، هر سوالی که داشتید یا هر موضوعی که خودتون دوست داشتید میتونید صحبت کنید. ارائه هم بیشترش حالا هدف اینه که اینجا موضوع مطرح بشه، این موضوع خودتون رو پیگیری کنید، بیشتر راجبش بخونید و بیشتر آشنا بشید و هدف ما بیشتر آشنایی هستش.
اینه که اگر سوال پیش اومده کم بودی بود ببخشید، ولی اینطوری نبوده که حالا سطح بالا بخوام خیلی بگیم. بیشتر هدف این بوده در حد آشنایی صحبت بشه که همه دوستان بتونن استفاده ببرن. باز مرسی تشریف آوردید، سال نو خوبی داشته باشید، افزایش حقوق خوبی داشته باشید انشاءالله، و بفرمایید واسه پذیرایی در سالن اصلی در خدمتتون هستیم.